سلام علیکم هموطنان عزیزم، خدا کنه که خوب باشین. باز هم به برنامه تی استیج شما رو خوش آمدید میگم. امشب هم مهماندار هستم مثل شبهای گذشته. مهمان امشب برنامه تی استیج ما رو منتظر نمیمونه به خاطر که یک هنرمند است که میفهم زیاد علاقه من دارم، مهدی جان فراخ، هنرمند دوست داشتنی که علاقه مندای زیاد داره و ما البته ای اولین بار نیست، چند بار است که امروز در برنامه ها بودیم. دیگه خودت خوش آمدید میگم در برنامه تی استیج. خوشحال هستم که امشب همراه ما هستی. تشکر، زنده باشین. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون آریانا، تشکر از اینکه مرا در برنامه‌تون دعوت کردین. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون آریانا. تشکر، زنده باشین. آها مهدی جان، عاجز خونیستی؟ عاجز نه، خدا نکنه. خب خوب است که در این برنامه امرای ما البته برنامه را خوب جالب ما تقدیم کنیم به بیننده های عزیز، کسایی که علاقه مند خودت هستن و خودت خیلی دوست دارن. خب در آغاز برنامه خوب است که ما از خود یک سوال کنم، موسیقی را چقدر دوست داری؟ موسیقی را؟ موسیقی را بسیار زیاد دوست دارم. یعنی چقدرش اندازه نمیشه؟ اندازه نمیشه، هرچی بگویم کم است. خب بسیار خوب. خودت هم کمپوز میدی و هم آهنگ میخوانی، یعنی کدامش به نظر خودت بهتر است؟ خب ما کمپوز بر تمام هنرمندان نمیتم، لیکن کمپوز بر خود میسازم. بعض دوستایی که کمک تقاضا میکنن باز برشان یک کمپوز میتم. در غیر او دوست دارم که بخوانم، او هم سبک خود خدا. با کدام هنرمندا خودت تا حالا کمپوز دادی؟ خب لستشان آرزو نگبین، سیتا جان قاسمی، تمیم ناله، دیگرایش فراموشم شده. خب مهدی جان، از کدام هنرمندا خودت موسیقی میشنوی؟ یعنی شنونده کدام آوازخوانی؟ بله بله. افغانی؟ فرق نمیکنه افغانی باشه یا افغانی. خارجی؟ خارجی باشه، ما عاطف اسلم دوست دارم، کستش در محترم است. از افغانی یعنی بشنوام احمد زاهر میشنوام. احمد زاهر. گاهی وقتا هم شده که در موتر آهنگای خودت بشنوی؟ در موتر چون ما اکثر اوقات دوستا که میباشن در پیش سی دی فروشی استاد میگن رفیقایم، باز میگن کست خودم میگیرن چون وا میشنون، ما هم از مجبوری میشنون. خب بخاطر از اینه که خودت علاقه مند خودت هستی، بخاطر از اینکه بعض وقتا آهنگت که یعنی بشنوی یگان قسمت چه خود بگویی که کاش کمی قسمت نمیخواندم یا ایجا می آهنگ کاش نمیخواندم. انت شده؟ نه این قسم نشده، لیکن ما پیش از اینکه آهنگ ما ریلیز شوه با بارها میشنوام. چقدر خوب؟ بعدن یعنی او همه موضوعات تیک یعنی تست شده تیر میشه، باز واجد بچه که دومی خب یعنی پیش از اینکه آهنگا رو بخوانی دیگه او رو آهنگ خوب اول میشنوی؟ اول نه، او پیش از اینکه ریلیز شوه در بازار او چک میشه، یعنی هیچ مشکل نداشته باشه او از فکر ما تیر میشه، یعنی همه چیزش چک کرده در بازار میکشم. خب اولین آهنگ که اجرا میکنی در تی استیج کدام آهنگ است که من که در موردش معلومات بدی؟ اولین آهنگی که من اجرا میکنم آهنگ یار خیاط است. یار خیاط آهنگ شیر محلی است، یعنی کمپوز یک چیز یعنی تغییر دادیم، در اصل فولکلور است، از خودم نیست، که بیندواز بدانند که کمپوز من نیست، محلی است. بعض شیرهایش ما کمی دستکاری کردیم. یک چیز جالبه که ما سبب بخشین، یعنی واقعیت یک استایل خود خواندیمش لیکن محلی است. بسیار خوب. یک چیز جالبه که ما در آهنگ یار خیاط متوجه شدم، دف و گیتار هم میکس کردی، چقدر زیبا. خب این مشوری مشعل جان بود، مشوری تیم تی استیج بود، ما به مشورشون احترام قائل شدم، خواستیم با هم کار کنیم که یک نتیجه ببینیم که چی نتیجه میده. خب از فعلا آهنگ یار خیاط میشنویم از خودت. حتما، چرا نه. ما که در خواب بودم شرنگ سه قلپ کردی، سر بوم سلف کردی، سر بوم سلف کردی، ما که دم بام برآمدم خدا کاش کردی، خیال آمد دل با فریاد آمد، یار خیال آمد دل با فریاد آمد.
چه دوا داری دختر نازدانه ما شدم دیوانه شب آمده هم چرا به کش می سازد عرقشین می دازد عرقشین می دازد ما که در خواب بودم شرنگ سه قلف کدی سر بم سلف کدی سر بم سلف کدی کش می سازد عرقشین می دازد عرقشین می دازد ما که در خواب بودم شرنگ سه قلف کدی سر بم سلف کدی سر بم سلف کدی ما که دم بام برآمدم خدا کش کدی لب بم جلو کدی لب بم جلو کدی یار خیال آمد دل با فریاد آمد یار خیال آمد دل با فریاد آمد ببرم نیامدی ناز تمن نداری دختر نازدانه ما شدم دیوانه نرم نرم با سبد قطم چه دوا داری دختر نازدانه ما شدم دیوانه دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه تی استیج. مهدی جان هستم روی ما. آهنگ چقدر مقبول اجرا کردی؟ مثل آهنگایی که اجرا میکنی آهنگتم نگفتن همونه که اما تو لکس و مزدار. خب من واقعا خودم یعنی کیف کردم از ارنج موزیکش، بسیار مزدار و بسیار زحمت کشیدن نوازنده. منم یعنی شانای مده پرش آوردم، خودشان هم نام خودم مست شده بودن. خب بله. آهنگ یک قدم مانده که پیشت برسم یا آهنگ تو مثل آهنگای دیگه گل کرد راضی هستی؟ خب نه خیر نه، از این آهنگ من راضی نیستم. اولین آهنگی است که من اوکن پیشتر می سوال کردیم من نتونست میره جواب بدم. این آهنگ چون شیرش از یکی از ظاهر باختری که آسخانهایی که غزل میخوانن دمزدار زندگی میکنن این شعرش از او بود. متاسفانه بسیار هجله کردم میرش خواندم، این یک کار اشتباهی بود از زندگی بود، از زندگی و نریمه. خب یعنی یه آهنگت خودت راضی نیستی از یه آهنگ؟ از کمپوز، موزیک، ارنج، تصویر راضی هستم، لیکن از شعر خیلی زیاد دیگه. اونقدر پشیمان شدم که من امروز پشیمانی شده در این تیستش چی میگن نمیشه اقرار میگن. خب اگه این آهنگتون با سلوموشن بر ما اجرا کنین و مو حرکاتی که در او آهنگ اجرا کردی میشه؟ امکانش هست؟ همین آهنگ نه سلوموشن دیگه آهنگ خودم میخونم.
دیگه آهنگتان وقتر کی آهنگتان خاطره نداره، خاطری خوش نداره، نیست خاطری خوش نداره، وایفای می استیج ما بازمی مستی ما خراب میشه. خب از آهنگای جدیدت بگو، در کنار از اینکه در برنامه انتخاب در انتخاب بیننده ها آهنگایت نشر میشه تمام آهنگایت و در تی استیج هم آهنگای جدید اجرا کردی، در کنار از اینکه آهنگای جدید در تی استیج اجرا کردی کدام آهنگای نو هم داری با ویدیو کلیپ؟ خب ما 4 پارچه‌ای که در تی استیج اجرا کردیم تمامش نو است، یعنی یکیش مکمل میکس است که تمام آهنگای خودم میکس کردیم، یوم یک نوآوری است در برنامه، یعنی با همکاری نوازنده با همکاری پرودکشن آریانا، لیکن 4 پارچه که در اینجا است هر 4ش نو است. دقیقاً بله، و آهنگ یار خیاط خوب بیننده های از هم دید دیگه که آهنگ جدید بود و 3 آهنگ دیگه هم فراموش نکنه. خب سبک خودت مهدی جان کدام است؟ سبک ما سبک مهدی فرخ است، نه پاپ است نه راک. سبک خودت یعنی برنامه خودت دیگه این سبک آه برنامه خودت جالبش یه از ما بار اولی که من استایلی که خواندم و یک چند کمپوزی که در شروع به تمیم ناله دادم، استایلی که من میخوانم یعنی خب بالایی هم نداره از دیگه هنرمندا، که همه هنرمندا بزرگ همه که خوب میخوانه، لیکن من با سبک خود میخوانم، اگر خوب است خراب است از خودم است. نه خیلی مقبول، اگر خراب باشه خوب علاقه من نقدر پیدا نمیکنی. آه تشکر زد نباشه. آهنگ استاد استار گونه شنیدی؟ بله استاد اول میرکست این آهنگ اگر با سبک قرصک برام اجرا کنی چطور؟ فکر نکنم بتونم، چون چیزش هم خطش شیرش بر قرصک جور نشده، بر غزل شده. یک کوشش کو شاید شوه. استاد استرگو بالا و اغلا نمیشه. بشک. خیلی بریم طرف اجرای بعدی. اجرای بعدی تا هم میبینیم. در موردش باز بعدن صحبت. نظر بکن نازنین یک دم زیر چادر، شانه بزن با موی دل برک لب شکر، نظر بکن نازنین یک دم زیر چادر، 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 شانه بزن با موی دل برک لب شکر،
نظر بکن نازنین یک دم ز زهر چادر، نظر بکن نازنین یک دم ز زهر چادر. باز هم خوش آمدین در ادامه این برنامه. چقدر آهنگ زیبا یا آهنگ بدخشی بود به نظر من؟ خب آهنگ با سبک بدخشان بود، شعر کمپوزش از خودم است و جدید است. خب موسیقی شما نام خدا نوازنده خیلی عالی نواختن و باز هم شانای ما رو پراندن. خب من شانای وارو پراندم و شانای از میان نوازنده ما با کی چلنج میتی؟ کدام عالی موسیقی را می نوازی؟ خب من کدام عالی خاص موسیقی را درست یاد ندارم، لیکن من جاز می فهم آسان است. درم می تونم گرم من ببینم یک نوازنده ایم از فکر کنم که اونمو ناق از ما پیسه می گیرم ببینم که آسان است یا سخت. هر روز می دم چی کدی بگر نواختم ما ببینم چه قسمه است. خب نواخته میتونی؟ ببینم آرز. خب میبینیم. میشه بتانم. ببینیم که مهدی جان نواخته میتونه یا نی؟ اگر بتانم از امون خدا بیغم کنیم. خب بین مهدی جان بیغم شدی، من خبرت میگم که خودت یاد داری نواختن. نه واقعیت سخت است. من این بچه رو فهمیدم که بسیار زحمت میکشه. واقعا بسیار سخت بوده. من پیش میرم من برش میگم که ازش مسرت دیگم. آفرین بسیار سخت بوده. تمام آلای موسیقی نواختنش مشکل است، ولی هیچ کار ناممکن نیست. اگر خودت بخوای که یاد بگیری شاید بتونی. خب من یاد بگیرم باز کی بخوانه اوجم از یک کسی باشه بنواز یکی بخوانه لی من دو کار همزمان کده هم نمیتونم. نه بعض وقتا یعنی اگر بر خودت بخوای که بنوازی. خب میشه حتما زحمت. خب یک سوال متفاوت مهدی جان، از هنرمندان البته افغانی خود ما کدام هنرمند زیاد دوست داری و از کدام هنرمند بدت میه؟ خب از هنرمندی که بسار بخونه مزه‌دار بخونه دوست جارم. ما جالبی است که بسیار بعد از سالهای بعد ما از طریق یوتیوب آهنگای قادر جان شپوری شنیدم، بسیار زیاد بسیار واقعا از بسیار زیاد خوشم آمد و علاقمند خاص شدیم و رفیق خوبم محمد جان مستمندی را دوست دارم. دیگه هنرمند را خلقت شد. خب کدام هنرمند بعدت میه؟ خودش میفهمه. خودش میفهمه ولی ما نمیفهمیم. علاقه من دایت نمیفهمه که مهدی جان است کی بعدش میه. نه از کسی بعد نمیه. کسایی که میخوان رقابت کنن با گپ نیه، لیکن با کار سالم باید رقابت کنن. دقیقا. خب از محافل خوشی که خودت اشتراک میکنی خاطرات جالب داری؟ خاطرات بسیار زیاد است، لیکن خاطراتی که برای من برمیشه مثلا در ذهن مونده چند خاطری است که در بسیاری رسانه ها گفتیم. اگر در این برنامه بگویم باز تکرار میشه. یک خاطری تا بگو که هیچ در کدام رسانه نگفته باشیم. در این طوری رسانه نشده که من خاطری خدا نگفته. از برنامه تی استیج خاطره داری؟ در جریان تمرین که با بچه ها بودی؟ تی استیج لیکن خوب بود. همگی اینجا جای کار است. فکر کنم همگی زحمت میکشن، مثلا ضرب نواز می نوازه، همشون کار میکنن، هیچ وقت به خاطره پیدا نشده. از خاطره پیدا نشده ولی ما خوب خاطره داریم اینجا، چون بچه ها همیشه در جریان تمرین یک کار جدید میکنن. خب به هر صورت آهنگ سیومتانه برای ما بگوین که کدام آهنگ اجرا میکنین که علاقمندای صبرانه منتظر است. آهنگ سیوم آهنگ میکس است. تمام آهنگ های خودم میکس کردیم، یعنی قرصک های خودم از نرمک اولین آهنگ بود شروع تا ختمش همش در قالب یک آهنگ جا دادیم. چقدر جالب. قبلا هم آهنگ میکس خوانده بودی؟ نه خیلی نه، بار اولین بار است که در تی استیج میخوانی. خوب است، میشنویم. میشنویم. نرم
نرمک نرمک چادر بالا کدی، نرمک نرمک چادر بالا کدی، کمک کمک سرم پیدا کدی، کمک کمک عاشق شیدا کدی، کمک کمک روی توالا کدی، کمک کمک عاشق شیدا کدی. چشمان ده رخشین ای دل بر شیرین ای دل بر شیرین ای، مثل گلاب القزده کرده صدف شین ای دل بر شیرین ای دل بر شیرین ای. نرم نرم ای سویا مثل گل دستا بیا، نرم نرم آیستا بیا مثل گل دستا بیا، دخترک جگی جگی مردم مرد بگی، دخترک جگی جگی مردم مرد بگی. جانان منی صد درد منی دو صد تو درمان منی، جانان بیا دیوانه شدم در عشق تو من گمنام شدم، بیجان شدم دیوانه شدم دیوانه شدم. رفتار بی بی افه، گفتار بی بی افه، زلفار بی بی افه، چشمار بی بی افه، از عشق تو جانانا. بیا تا کی به نالا من از داغ جدایی، کدی گشتای من بیا سنم تو در کرای، بیا تا کی به نالا من از داغ جدایی، کدی گشتای من بیا سنم تو در کرای. ممانند تو بگم در این جا ندیدم، ممانند تو بگم در این قریه ندیدم. واز که قلال گلو بدن بیا برسوی چمن، سبز لغت تو من سر فلک رای نزن، 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 سر فلک رای نزن. عشق تو در سینه من لمبه تندور است، درد رفیق زور است، درد رفیق زور. عشق تو در سینه من لمبه تنور است، درد رفیق زور است، درد رفیق زور است. توی تو امروز با من ماتم از غیبت تو بر سر مر جاغم است، غیبت تو بر سر مر جاغم است. نور بگم جان نور تو عالم تویی، محرم اسرار خیالم تویی، محرم اسرار خیالم تو. خدا دختر بیاره، خدا دختر بیاره، خدا دختر بیاره، خدا دختر بیاره، بلام دم پس پیسا خدا دل بر بیاره، بلام دم پس پیسا خدا دل بر بیاره. سلام مجدد به دوستایی که تازه بینیدی برنامه تی استیج است. این آهنگ خیلی مقبول از مهدی جان دیدیم و شنیدیم، البته آهنگ میکسید. خب مهدی جان دیگه آهنگایی تا نمیشنویم. چرا؟ کل آهنگای دیگه آهنگ بود. خب جالبشی است که ما خواستم بار اول از مشوره مشال جان و سعیدی صاحبیان شده بودیم و گفتیم که تمام آهنگای خود باید در یک آهنگ خلاصه بسازیم.
حال دنیا پیش رفته شده باید کل چیز ده گپ خلاص شد یعنی همه چیز باید کوتاه شد ولی آهنگت نگفتن همون خیلی مقبول بود و البته اولین بار دیگه ای آهنگ در تی استیج اجرا کردی قبلا آهنگ میکس هم نخوانده بودی نخیر نه خب درباره آهنگ آخرت البته آهنگ چهارمی که اجرا میکنین در تی استیج بر ما کمک معلومات بودی خب تا جایی که معلومات دارم البته آهنگ میلیون میلیون اجرا میکنین خب از ای آهنگ روسی است ولی آهنگ آرام در زندگیم نخواندیم یعنی در پروگرام ها خواندیم لیکن رسمی نخوندیم. آهنگ آرام نخوانده بودین به خاطر کلاقمندای زیاد میگفت که مهدی جان چرا آهنگ آرام نمیخونه اینه در تیستش کار متفاوت کردند. یا خود کلاقمند نیستی آهنگ آرام بخونی؟ خب دوست دارم لیکن دمی اجرایش بسیار مرا خسته میسازه. به خاطر که خودت همیشه آهنگای شاد خواندی و در آهنگای تو نه واقعا به استایل من نیست. به استایلت نیست دقیقاً. خب ولی کار متفاوت کردی خب در برنامه تی استیج. از قافله بود پس نمونیم. هر کس هم میدی میگفت چرا آهنگ آرام نمیخونی؟ نمیتونی خوانده. هزار گپای دیگر پشت آدم جور میکنن. باز من خواستم میره بخوانم خب اینه کسایی که میگفتن مهدی جان یا آهنگای آرام خوانده نمیتونه اینه در برنامه تیستیج آهنگ آرام اجرا کرده این آهنگ گل هزار برگ است گفتی آهنگ روسی است خب میره هنرمندای زیادی از کشورهای مختلف به قسمی البته به عین مو داستان خواندن خودت کدام تفاوت داودی؟ کم بسیار تفاوت کم داره بسیار کم لیکن کوشش کردیم که به هوای مو آهنگ اصلیش باشه خب مهدی جان تی استیج چگونه یافتی؟ خب تی استیج یک برنامه واقعا برنامه که واقعیت هست یک واقعیت چی هست که همین نوازنده هایی که می نوازن یا نوازنده واقعی می آهنگ هستن مثلا همینجا می نوازن لایف از برنامه منظم یعنی تولید آریانا کار آریانا تی استیج ببینی لایف آهنگای وطنی افغانی خود ما نه ساخت پاکستان خب تشکر مهدی جان عزیز و نوازنده از ما خیلی مقبول نواختن جهان سپاس از خودت که در برنامه تی استیج آمدی و خیلی برنامه خوب داشتیم تشکر از شما تشکر از تلویزیون آریانا تشکر از تمام کارکنان تلویزیون آریانا تشکر از نوازنده عزیز بازم جهان سپاس زنده باشین. سلامت باشی مهدی جان عزیز. خب بیننده های عزیز آهنگ آخر مهدی جان فراموش نکنین دیگه تا برنامه بعدی تی استیج الله نگهدار همیتون بقیه برنامه های تلویزیون جهانی آریانا را فراموش نکنین.
گل برای دارم، های تو دنیا شد منم. دنیا شد حد منم.